کار کنه و این جایزه رو به اون تقدیم کنه. خلاصه این که ساحل روز عزیز، ما خیلی خوشحالیم که امروز ساحل عزیز توی تصمیم و ساحل رو داریم. خیلی خوشحالیم که با ما هستی، مهمان برنامه ما هستی. از صبح ما داریم میگیم داستان زندگی ساحل مثل فیلم هاست. یعنی اصلا نمیتونم باور کنم که این داستان واقعیه. اصلا واقعیه ساحل؟ بله واقعیه. مرسی. سلام. سلام میکنه. ماما انقدر هیجان زده هستیم از اینکه شما رو داریم واقعا تو برنامه. از صبح تا حالا با چند تا از بچه ما نشستیم این داستان شما رو مطرح کردیم و هر دفعه هم میگیم اصلا از شوق و انرژیش برامون کم نمیشه و با خودتون هم همینطور. ساحلی که الان ساحل زیبایی که الان داریم میبینین، ساحل روز، که چقدر اسم زیبایی. که الان من میخوام بعدم در مورد معنی اسم ساحل روز بپرسم. الان اصلا مثلا قبل از که بعدم بپرسم، چرا ساحل روز؟ یعنی ساحلی که پر از گل روزه؟ بله، چون که این اسم خود اولم نیستش. وقتی مامانم فلورا منو بچه خودش کرد، تصمیم گرفت یه اسمی بذاره که من مثل اون اسم بتونم بزرگ بشم. میدونی که توی ساحل هیچ وقت نمیتونه یه روز بزرگ بشه. همون جوری منم هر جای زمینه پامو بذارم بتونم مثل یه روز بزرگ شم و یه گل بزرگی بشم، ولی تیغ ندارم. روز که میبینی پر تیغ داره ولی تیغ ندارم. اینقدر اصلا دلم یه جوری شد الان اینجوری گفتی. اصلا خیلی چه فارسی قشنگی صحبت میکنی. با اینکه الان ساحل 35 سالشه، 28 ساله که داره ژاپن زندگی میکنه و خب اینقدر سلیس فارسی صحبت میکنه. ساحل، توی این 28 سالی که از ایران اومدی بیرون، ایران رفتی، به ایران سفر کردی؟ بله عزیزم، من مخصوصا توی ژاپن میشه گفت ایمیج ایران خیلی چیز قشنگی نیستش. مردم زیاد نمیدونن راجع به ایران و من توی کارم همیشه سعی میکنم ببینم چی کار میتونم بکنم. رفتم پلوی فوجی فیلم، باشون صحبت کردم و سپانسر یه پروژکتی شدن و جدیدترین فیلم دوربین رو به هم قرض دادن که من رفتم سوریه، رفتم بخشیده شیراز و اونجا پر عکس انداختم که هم داره نشون میده و این عکس رو در نمایشگاه های ژاپن تونستیم به مردم نشون بدیم که مردم ژاپن ایمیج ایران رو خیلی قشنگیشو بدونن و خیلی علاقه من شده بودن به ایران. چه تصویرهای زیبایی. به 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 به. سایل جان، به جز فعالیتایی که شما توی سینما و تلویزیون ژاپن داری، علاقه زیادی هم تا جایی که ما شنیدیم به کارهای خیر داری. توی ژاپن به عنوان فرشته نجات بچه‌های بی‌سرپرست شما رو می‌شناسن. یه ذره از این فعالیت‌های انسان دوستانه که نه فقط توی ژاپن هم نیست، توی آسیا، حتی توی ایران هم من شنیدم هست، یه ذره از اینا برام میگی لطفاً؟ بله، یه ذره خجالت بده ولی تشکر میکنم. همینه، من توی ژاپن بچه‌ای که ژاپنی هستن توی پرورشگاه دارن زندگی میکنم و دارم سپورت میکنم و اندونزی، کامبوج، بنگلادش هم بچه‌هایی که فقیر هستن یا اینکه بچه کار هستن رو مدرسه درست کردم و سپورت دارم میکنم برم مدرسه بتونن زمینه زندگیشون رو بسازن. و همچنین رفتم عراق چون که اونجا خانمایی هستن که به دین ایزدی هستن که بتونم با اون خانمایی که دایش بچه هاشون رو کشتن یا اینکه بهشون تجاوز شدن رو روحن سپورت بکنم. این هدف زندگی من هستش و در کشور خودم ایرانم مخصوصا که برمیگردم میرم واسه کسایی که صندلی چرخ دار لازم دارن یا اینکه بچه‌هایی که سرطان دارن و سپورت بکنن و امید منی هست که بتونم یه روزی یه خانه‌ای به اسم ساحل بسازم که بتونم کسایی که مثل خودم توی پرورشگاه بزرگ شدن و اونجا بغلشون کنم مثل مادر، یعنی دوستم مادر بچه‌ها باشم. این هدف من. اینقدر قشنگ گفتی واقعا اینو میتونم بگم که الان میتونم اصلا دست آدم، یعنی قشنگ آدم گریش میگیره به خاطری که یه نفر چقدر میتونه واقعا انسان واقعی که میگن واقعا شما این. یه جا هم اتفاقا خوندم که شما گفته بودی که یکی از رویاهات اینه که بتونی توی کل دنیا یه سری پرورشگاه‌هایی بسازی که همینجور که خودت گفتی که یه سرپناهی باشه برای بچه‌های بی‌سرپرست. اتفاقا من اینو صبح داشتم در مورد ریسرچ می‌کردم، اینم خوندم. بله، چون که من دوست دارم که بچه‌هایی که همینه، مخصوصا من رفته بودم اردن و اونجا بچه‌هایی که سوریه
اصلی جنگ مجبور شدن با خانواده فرار کنن توی کمپ پناهندگان هستن و اونجا من مدرسه یه دارم سپورت میکنم که بچه ها به جای اینکه اسلحه بگیرن به دستشون خودکار بگیرن و بتونن درس بخونن، بتونن زمینه و وقتی که یه روزی از این کمپ اومدن بیرون بتونن زندگی بکنن. و اون بچه ها آرزوهاشون روی ورقی واسم 400 نفر تا 500 نفر دختر بچه بودن واسم آرزوهاشون رو نوشتم به هم دادم. من اونا رو یه لباس کردم که بتونم این لباس رو ببوشم توی دنیا، بتونم صدای این بچه ها رو بفرستم. این عکسش همون امضاهاشون واقعا این بچه ها خیلی آرزو دارن ولی مثل ما فری نیستم. من خیلی شانس آوردم، مثلا این نمیخوام هیچ‌وقت یادم بره من کجا بودم، یعنی تا اونجا که میتونم من کاری بشدی نمی کنم. ولی اگه زنده موندم و الان تا اینجا خدا من پیچیده، بعدی نوبت منه که بچه مثل خودم بسازم، یه بچه دیگر رو نجات بده. دنیا اینجوری میره جلو. من فکر میکنم ساحل شکست نفسی، اگر بدونی مطمئنم میدونی معنیش چیه. شما داری شکست نفسی میکنی که میگی من کار خاصی نمیکنم، این همه کار شما داری میکنی به خاطر همین کاری که دوست و فعالیت بشر دوستانه. در واقع امسال توی مراسمی توی لس آنجلس شما کاندید دریافت جایزه بودین، درسته؟ اون چی شد؟ بله، 2020 قرار بود بدیم ولی چون کرونا شد خب همه سختی رو داریم میکشیم با هم، ولی انشالله انسان ماه هفت اگه بتونم برم دوست دارم همین لباس که انا واسهتون توضیح دادم و این لباس رو بپوشم و تون همین شو بتونم صدای بچه ها رو برسونم و بگم چقدر هیومانیتی مهمه، انسانیت چقدر مهم است. ساحل عزیز، اگر که قرار باشه که توی آینده یه نقشی رو بازی کنی توی فیلمی، من میدونم جواب چی میدی ولی دوست دارم خودت بگی، دوست داری اون نقش چی باشه؟ بله، نقشی مثل مادری که منو بزرگ کرده، همچین خانمی رو دوست دارم واقعا ته دلم با قلبم نقشش انجام بدم، چون جلو چشم دارم میبینم، میدونم چقدر عشق داره این خانم. میشه ساحل عزیز از فلورای عزیزم خواهش کنیم، من میدونم اونجا هست، میشه خواهش کنیم که بیاد ایشون هم ببینیم؟ واقعا باعث افتخارمونه که هم شما رو داریم میبینیم تو برنامه داریم و اصلا میشه واقعا ساعت‌ها راجع به شما صحبت کرد، میشه ساعت‌ها با شما گفتگو کرد. من دوست دارم و من ندا و همه مطمئنن دوست داریم که فلورای عزیزم ببینیم. فلورایی که زندگیشو واقعا گذاشته کنار، خودشو ندیده که بتونه ساحل روز کنار خودش داشته باشه و الان به اینجا برسه. بله، هست 100% کنار ساحله. لطفاً. اصلا من کلاه هستم. چیکار کنم؟ واقعاً به به. فلورای عزیز. من گریم گرفت واقعاً. واقعاً داستان شما جزء تاثیرگذارترین داستان‌هایی بود که من در طول زندگیم شنیدم و واقعاً مثل فیلم‌هاست. واقعاً اصلا مثل اصلا واقعا غیر واقعی به نظر میاد. اصلا بی نظیرین ساحل و فلورای عزیز، بی نظیرین. مرسی که وقتتون رو گذاشتین. امیدوارم که کووید از بین بره، کرونا زودتر بره و ما شما رو توی استودیو داشته باشیم و مدت ها باهاتون برنامه. من دوست دارم صدای فلورا رو بشنوم. سلام خوب هستین؟ تشکر میکنم. مرسی از شما که اینقدر انسان بی نظیری هستیم و اینقدر به ما انرژی دادین امروز. و میگم امیدوارم خیلی زودتر شما رو بتونیم توی استودیو داشته باشیم هر دو نفرتون رو. تشکر میکنم، شما لطف دارین. من به نظر خودم کاری نکردم. یعنی من همه. یه روزی قسمت بشه بیام ژاپن، اول میام باور کنین شما رو ببینم، چون واقعا یکی از اون آدمایی هستن که دیگه چی بگم فلورای عزیز، شما تا جایی که ببخشید من، شما تا جایی که من میدونم از دخترتون خواستین که از ساحل عزیز خواستین که دخترتون ساحل عزیز خواستین که ازتون الهام بگیره، یه ذره راجعش بهم میگین بهمون. من همیشه به ساحل گفتم که و چیزی رو که به ساحل همیشه گفتم دوست دارم که به بیننده‌های شما هم بگم، به دور از دین، ملیت، رنگ پوست، نژاد و هر چیز دیگه به دیگران کمک بکن. جنگ بد بوده و بد هست. از کسی کینه به دل نگیر. انسان باش و به همه مردم دنیا عشق ببرز. این چیزی بوده که من همیشه به ساحل گفتم.
مرسی ساحل و فلورای عزیز، لطفاً به جای من ندا و تمام بیننده های عزیزی که دارن میبینن همدیگه رو بغل کنین، خیلی سفت شما همدیگه رو بغل کنین، به هم عشق بدین، چون داستانتون واقعاً داستان الهام بخشیه. مهمونای ما همیشه عزیز بودن، ولی واقعاً شما جزو مهمونایی هستین که من